بعد از اینکه شما داداتون رو وارد آکسین کردید و اقدام به سه‌بعدی کردین که در فیلم قبلی گفتیم که شما میتونید روی لایه راست کلیک کنید، پراپرتی برید و بیس ارتفاعی بهش بدید با استفاده این تب، و بعد بهتون گفتیم شما میتونید روی دیتا فریم کلیک کنید، پراپرتی برید و اون اغراق کنید در سطح 2 یا 5، حالا هر چی که دوست داشته باشید میتونید اغراق کنید. یکی از کارهای دیگه که میتونید انجام بدید اینه که در این محیط اونا رو با رنگ دلخواه خودتون تنظیم کنید. یعنی این تصویری که اینجا می‌بینید، حالا داده لایداری که اینجا هست، یا اون محصولی که اینجا دارید سه‌بعدی می‌کنید، یا پروداکتی که دارید سه‌بعدی می‌کنید، می‌تونید بر روی این کلیک کنید برای سیمبولوژیش و بعد هر رنگی رو که دوست داشتین بهش اختصاص بدید. فرض کنم من این رنگ رو می‌خوام اختصاص بدم. پس حالت‌های مختلف رنگی اینجا هست که شما می‌تونید بهش اختصاص بدید و دیتاتون رو زیباتر کنید که یک جلوه بصری بهتری به خودش بگیره. یا میتونید روی این راست کلیک کنید، به قسمت پراپرتی برید و به تب سیمبولوژی برید. در اینجا هم دوباره اختیاراتی دارید، میتونید رنگ‌ها رو عوض کنید، طبقات رو عوض کنید. حالا من میام دوباره یه رنگ دیگه بهش اختصاص میدم و بر روی این کلیک میکنم که داده من یه خورده زیباتر بشه. یا دوباره میتونم پراپرتی برم در تب سیمبولوژی، رنگ‌های مختلف اینجا هست که میتونم هر رنگی رو که دوست دارم بهش اختصاص بدم. پس اینم بحث تکمیلی که من نگفته بودم، حیف اومد که نگم، که شما بتونید برای خروجیاتون داده‌های بسیار خوبی رو تولید کنید.